انتخاب اسباب بازی یه موضوع خیلی مهمی که هست، اینه که شما برای یه توتی چه اسباب بازی انتخاب بکنید. اول شما باید ببینید که توتیتون وحشیه یا اهلی، جثه‌اش چقدره. خیلی ها میان فروشگاه، منم واقعا دستنا توانشو ندارم که به همه بگم، خسته میشم، اما با این حال تک تکشون رو راهنمایی میکنم تا جایی که میتونم. میان مثلا فکرشو بکنید که برای یه توتی مثل کاسکو یا کاکادو یا یه توتی بزرگ یه اسباب بازی برمیدارن که پایینش پر از زنگوله است، خوشگله اما خطرسازه. اگه شما بدونید که چه تعدادی توتی تو این سالها تو دامپزشکی‌ها دیده شده که در اثر خوردن زنگوله یا قسمت‌های فلزی تلف شدن و دچار مسمومیت شدن، اصلا وحشت می‌کنید از این اسباب بازی‌ها. تو انتخاب اسباب بازی خیلی بیشتر دقت می‌کنید. اسباب بازی‌ها ببینید، مخصوصا توتی‌هایی که کم سن و سالن چیزای خوشگل می‌بینن، مثلا یه اسباب بازی رنگارنگ می‌بینن، حتی دلشون می‌خواد اونو بخورن، چون اشتهاشون هم زیاده و اینا به هر حال یا تجربه زیادی ندارن، احتمال زیاده که مسموم بشن یا یه قطعه‌ای رو بخورن. منظور این نیست که شما اسباب بازی در اختیار توتی نذارید، ولی باید دقت بکنید که اسباب بازی مناسبی انتخاب بکنید. به طور مثال الان اسباب بازی‌های کنفی هست تو بازار که جنساشون مناسب نیست، پرنده تیکه‌های کنف رو می‌خوره، قشنگ می‌خوره، و من بارها دیدم که حدود 3 هفته گوله کنف توی دستگاه گوارش پرنده میمونه و میدونید که قسمت سنگدون پرنده هم چقدر سخت ازش چیزی رد میشه. به هر حال دردسر خیلی بزرگی ایجاد میکنه اگر شما انتخاب اشتباهی داشته باشید موقع انتخاب اسباب بازی ها. سعی کنید اسباب بازی خلاصه و مفید انتخاب بکنید، و حتی خود اسباب بازی ها باز مرحله‌ای هستن. یعنی اگر یه توتی دارید که وحشیه یا تا حالا با اسباب بازی ها بازی نکرده، بهتر یه اسباب بازی خیلی ساده در اختیارش بذارید. وقتی تیک پارش کرد، آشنا شد با اسباب بازی ها، ترسش ریخت، بعد میتونید حتی از تاب استفاده بکنید، مرحله بعد از نردبون میتونید استفاده بکنید. باز حتی مرحله داره واقعا اسباب بازی، باز دفعه بعد میتونید براش اسباب بازی فکری رو انتخاب بکنید. در صورتی که میبینیم که مثلا یه نفر میاد برای یه کاسکوی وحشی یه اسباب بازی فکری انتخاب بکنه، در حالی که خب قطعا اون اصلا مناسبش نیست. پس انتخاب اسباب بازی ها خودش مهمه و مرحله ایه، و با توجه به جسه و نوع توتیتون خود اسباب بازی رو انتخاب بکنید که یه موقع توتی دوچار مشکل نشه. بندایی هم که توی قفس آویزون میشه، من خیلی دیدم که بعضی از توتی ها متاسفانه با چیزایی که آویخته میشه تو قفس از بین میرن. مثلا تسبیح بارها شده، حداقل هفته چند بار مشتری میاره تو فروشگاه میبینیم که تسبیح آویزونه، یا یه تیک بند یا یه کش آویزونه تو قفس، حالا سرش یه تیک مثلا زنگوله یا یه اسباب بازی چیزی هم آویخته شده. این خودش یه مشکل خیلی بزرگ میتونه ایجاد بکنه. در عرض کمتر از نیم ساعت یک ساعت ازش غافل میشید، میرید میاد میبینید که گره خورده دورشو خفه شده. حتی من تو پانسیون چند سال قبلمون یادمه که خیلی اتفاقی رسیدم بالا سر یه کاسکو، دیدم که از خونه اومده، من حواسم نبوده که داخل قفس این یه تیکه کنف خیلی استاندارد، غیر استاندارد، نامناسب بوده، یه بند ریش ریش شده کهنه. اسباب بازی ها وقتی کهنه میشن میتونن خطرناک بشن، اسباب بازی ها رو نذارید خیلی کهنه بشن. خلاصه این کاملا پیچیده بود دور این، و فکر میکنم اگه چند دقیقه دیرتر رسیده بودم واقعا تلف شده بود. به صاحبش هم گفتم و یه جریمه هم صاحبشو کردم. زنگولای سربی واقعا وحشتناکه. همونجور که عرض کردم تعداد بیشماری توتی تا حالا در اثر خوردن این زنگولای سربی قدیمی رو آویزون میکنن توی قفس، و اون قسمتیش که تکون میخوره اون سربه، توتی پامیشه میره اونو میجه. معمولا هم پیرمرد قدیمی یا اون کاسکوبازای قدیمی این کارو خیلی تکرار میکردن و توتیشون از بین میرفت، چون اونا هم اسباب بازی چوبی در اختیار کاسکو نمیذاشتن معمولا. به هر حال کاسکو حوصله‌اش سر میره. شما فکرش بکنید یه پرنده با اون همه هوش و استعداد توی قفس 40 سانت در 40 سانت وقتی
حبس میشه خیلی هم تازه شانس میاریم که همون هفته اول پانه میشه بره اونو بخور. بعد یکی دو سال حد اکثر زمانیه که ممکنه پرنده رو از دست بدن و خیلی به هر حال بابت زنگوله سربی تا حالا مردم تلفات دادن، مخصوصا اون پیرمرد قدیمی ها.